سلام و درود دوستان، چطورین رفقای مشتی؟ حالت چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال کامسو بوی. آقا این ویدیو یکم متفاوت حقیقتش، این دیگه نرفتم مامو هیل مالی کنم، اینو مستقیم اومدم حال نداشتم حقیقتش، ولی امروز یه ویدیو ترسناک و خیلی مشتی داریم. امروز اومدیم 10 تا از ترسناک‌ترین فیلمای تاریخ سینما رو بهتون معرفی کنیم. پس اگه به این سبک فیلم ها علاقه دارید همین الان لایک رو بزنید، بریم به استقبال ویدیو. Let's go. خب دوستان، چون لیست من بروزه و 10 تا از ترسناک‌ترین فیلم‌های جدید رو گذاشتم، سعی کردم فیلم قدیمی رو نذارم، ولی از دو تا فیلم نمیشه گذشت، شاینینگ و جنگیر. این دوتا فیلم از اون فیلم هایی که هنوزم که هنوز ببینی ترس رو بهتون منتقل میکنه و شب خوابتون نمیبره. خب اینو بگذاریم بریم سراغ دهتای برتر. فیلم شماره 10، اره. هر کسی که اهل فیلم های ترسناک باشه حداقل یه بار اسم اره به گوشش خورده. این فیلم شامل 9 قسمتی که اولین فیلم این سری به کارگردانی جیمز ون ساخته شد. آقا به فارسی راحت بهتون بگم این فیلم چه شکلیه. یه قاتل زنجیره‌ایه که ماسک دلغک زده و دهن قربانی خودش رو سرویس میکنه و به خاطر خشونت بیش از اندازه‌ای که این فیلم داره نمیتونم بیشتر از این عکس واسهتون بذارم. بیشتر از این روی فیلمم نمیمونیم، بریم سراغ فیلم بعدی. فیلم شماره 9، کینه. این فیلمم که فوق العاده فیلم ترسناکیه، اولین نسخه‌های آسیای شرقی بوده و بعد از اون ورژن آمریکایی ساخته شده. ورژن آسیای شرقی این فیلم 2 به علاوه 3 فیلمه. چرا 2 به علاوه 3؟ چون اسمش متفاوته. دو تا قسمت اول با یه اسم بوده و 3 تا قسمت بعدش هم با یه اسم دیگه و آمریکاییش هم شامل 4 قسمته. نویسنده این اثر ترسناک تاکاشی شیمیزوئه. داستان این فیلم در مورد یه نفرینه. این نفرین وقتی که یه نفر از روی عصبانیت شدید و ناراحتی بمیره، روح اون به شکل نفرین بقیه آدم ها رو از بین میبره و وقتی آدم دیگه ای رو بکشه، روح اون آدم هم به شکل نفرین در میاد و میره سراغ بقیه روح ها و همین شکلی مثل نتورک مارکتینگ همین شکلی گسترده میشه و دهن همه رو سرویس میکنه. بریم سراغ فیلم شماره 8، نفرین لیورونا نمیدونم یه چیز رو آیمایا مسخره هم نکنه، خودش اسمش سخت. این فیلم توسط مایکل چارلز سال 2019 ساخته شد و یکی از سری فیلم های احزاره. داستان راجب زنیه که از روی عصبانیت دوتا بچه خودش رو میکشه داخل آوردوز خونه و بعد از اینکه عصبانیش میخوابه متوجه میشه که چیکار کرده و از روی ناراحتی خودکشی میکنه و بعد از اون به شکل نفرین در میاد و اگه توسط کسی احزار بشه و نفرین کنه کس دیگری رو، بچه‌های اون شخص میمیره. این فیلم فوق‌العاده ترسناکه، اگه دوست دارین شب خوابتون نبره اینو بهتون پیشنهاد میکنم. فیلم شماره 7، حلقه. چه حال میشه اگه یه ویدیو رو پلی کنید و داخلش یه چیزای چرت و پرتی ببینید، بعد تلفنتون زنگ بخوره بهتون بگن 7 روز دیگه زندگی و بعدش میمیرید؟ خیلی حس بدیه. این فیلمم مثل فیلم کینه اول نسخه‌اش آسیای شرقی بوده و بعد از اون توسط آمریکا بازسازی شده و نسخه آمریکایی اومده بیرون که آخرین فیلم سال 2017 به اسم رینگز منتشر شد. این فیلم هم جذابیت خودشو داره، مونگاری خودشو داره، بهتون میشه داد کنم ببینید. فیلم شماره 6، ماما. این فیلم سال 2013 منتشر شد. حقیقتش من فکر می‌کردم این فیلم اسپانیاییه، رفتم توی گوگل زدم دیدم نوشته مالزی، بعد رفتم تو ویکی‌پدیا نگاه کردم زده بود کانادایی، دو خط پایین‌ترش زده بود بوسنی، بعد پایین ترش نوشته بود توسط یونیورسال تو آمریکا منتشر شد. من خلاصه نفهمیدم این فیلم واسه کدوم کشوره، ولی فیلم باحالیه. اولی فیلم همینطوری شروع میشه که یه مرد 37 ساله داخل شرکت دعواش میشه و تیراندازی میکنه، بعد میاد تو خونه زنش هم میکشه، دوتا بچهش رو برمیداره و فرار میکنه که گیر پلیس نیفته. تو مسیر که هوا برفی بود از در پرت میشه پایین و خودش و دوتا بچهش راهی جنگل میشن. داخل جنگل یه کلبه پیدا میکنن و میرن داخل کلبه، بی خبر از این که اون کلبه یه کلبه عادی نیست. پدر قصد خودکشی داره داخل کلبه، ولی این کار نمیکنه چون بچه هاشو فهم میکنه که میبینن یا حالا بچه هاش هم نبینن زشکوش میشه و سعی میکنه که اول بچه‌هاشو بکشه که بعد بتونه خودشو بکشه که اون هم زجر نکشن، ولی روح اون زنی که اونجا بوده نمیذاره این کارو بکنه و خود مرده رو میکشه و از دوتا بچه‌ها مراقبت میکنه تا بزرگشن. این فیلم من فوق العاده است، داستان خیلی عالی داره، خیلی احساسیه، اگه دوست داشتین ببینید حتما. فیلم شماره 5،
توطئه‌آمیز. این فیلم شامل 4 قسمته که توسط نابغه سینمای ترس جهان جیمز وان ساخته شده. داستان یک و دوش با هم مرتبطه. یه زن و شوهر با 3 بچه وارد یه خونه جدید میشن که در آرامش زندگی کنن. پسر اون خانواده که طبیعتاً بازیگوش بوده میره به طبقه‌های بالاتر و انباری بالا که بررسی کنه و ببینه چه خبره و چی دارن و چی ندارن اینا. ولی دوچار یه حادثه میشه و سری ضربه میخوره. شب که میخوابه صبح دیگه بلند نمیشه و به کمای عمیق فرو میره و این خانواده وارد مسائل ماورالطبیعه میشن که اصلا انتظارش ندارن. فیلم شماره 4 ایت. این فیلم خیلی تبلیغات گسترده‌ای داشت. خود من داخل بازی فورتنایت باش آشنا شدم. این تبلیغاتی که داخل بازی فورتنایت شد باش آشنا شدم. 2 قسمت داره. یکی سال 2017 و بعد سال 2019 منتشر شدن. داستانش داستان یه دلغکیه که هر 28-29 سال یه بار میاد و بچه ها تغذیه میکنه و اونها رو میکشه و میخوره. این فیلم هم خیلی ترس جذابی داره و میتونید ببینید. فیلم شماره 3 آنابل. عروسکی که باعث شده کل مردم جهان از عروسک ترس و واهمه ای داشته باشن. این فیلم شامل 3 قسمتی که سال 2014، 2017 و 2019 منتشر شد. کارگردان قسمت اول و دومش جیمز ونه و کارگردان قسمت سومش گری دوبرمن. داستان یه خانواده ایه که یه دختر بچه 4-5 ساله دارن و اون دختر بچه طی یه حادثه تصادف جون خودش رو از دست میده. پدر و مادر اون بچه برای اینکه بتونن باش ارتباط برقرار کنن از یه شیطان کمک میگیرن و ازش درخواست میکنن که روح دخترشون رو وارد بدن عروسک کنه. غافل از اینکه روح دختر وارد بدن عروسک نمیشه و یه موجود شیطانی جاش میاد. این فیلمم ترسش عالیه، موندگاری ترسش عالیه. اگه دوستش حتما ببین. فیلم شماره 2 از نظر من ترسناکترین شخصیت فیلم‌های ترسناک به اسم راهبه. خیلی شاید عکساشو دیده باشین، فیلماشو دیده باشین، کلیپاشو دیده باشین. این شخصیت اونقدر ترسناکه که من هنوزم که هنوز با اینکه این همه فیلم‌های ترسناک می‌بینم و دنبال می‌کنم، این شخصیت بعضی شبا میاد جلو چشم و خواب ازم گرفته. فیلم نان سال 2018 به کارگردانی کورین هاردی ساخته شد که اگه اشتباه نکنم اسمشو و تونست حسابی به ترکونه اون سال. داستانش داستان یه شیطانی که قرون وسطا توسط یه جادوگر احضار میشه، ولی خب کلیسایی ها میریزن و اجازه ورودش به این دنیا نمیدن و بعد از اون محوطه رو تبدیل به کلیسا میکنن که شیطان رو از این عالم دور کنن. چندین سال بعد بمبای جنگ جهانی سومه رو میلرزونه و دروازه شیطان رو بار دیگر باز میکنه. از نکات مثبت این فیلم میشه به شخصیت ترسناک و فضای دارک فیلم اشاره کرد که فوق العاده ترسناک کرده این فیلم. خب میرسیم به فیلم شماره 1، شاهکار سینمای ترس جهان، شاهکار جیمز ون، کانجرینگ. این فیلم شامل 3 قسمته که قسمت 1 و 2 توسط جیمز ون و قسمت 3 توسط مایکل چارلز ساخته شد. داستان در مورد یه زن و شوهری به اسم ادوارد و لورن وارن که روی مسائل ماورالطبیعه کار میکنن و مردم رو از دست شیطان ها و ارواحایی که دارن اذیتشون میکنن نجات میدن. این فیلم از سری فیلم های احضار. از نکات مثبت این فیلم میشه به جامپ اسکر فوق العاده عالی و موندگاری ترس فوق العاده بالا دارن. بهتون میگم هر کسی این فیلم رو دید شب بعدش خوابش برد یا تو کامنت ها فوش نفوش نولی یه قلب واسه من بذاردمش که این فیلم از سری فیلم های احضاره. اگه دوست دارین که راجع به سری فیلم های احضار چون یه لیستیه چه فیلم های اومده و چه فیلم های قرار بیاد ویدیو درست کنم، همین الان کلمه احضار داخل کامنت ها واسه من بنویسین. ما رو سابسکرایب کنین، زنگ نوتیفیکیشن هم بزنین که ویدیو جدید آپلود شد حتما حتما با خبر شید. این بود از لیستمون. ولی خب جای چند تا فیلم خالیه، مثل فیلم ترساننده، سکوت مطلق، پیچ اشتباه و گت اوت. دیدن این فیلم هم ضرر نداره، فیلم های باحالی هست. این لیست نظرات شخصی خودمه و بر اساس عقیده خودم لیست بندی شده. خیلی هم که قرار ندادم خب قطعا خوشم نیومده که قرار ندادم. شما مگه فیلم های ترسناک خفنی میشناسین؟ توی کامنت ها واسه هم بنویسین. دمتونم گرم. مرسی که تا اینجا ویدیوی ما رو دیدین. اگه خوشتون اومد حتما ویدیوی ما رو لایک کنین، ما هم سابسکرایب کنین، زنگ نوتیفیکیشن هم بذارین. از این ویدیوها قرار کلی با هم بسازیم و حال کنیم. دمتون گرم. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد. آدیوس گایز.